علیکم السلام. عرضم حضورتون که درباره همین تعداد جمعیتی آقای دکتر فهمیدن اتفاقا عرضم به حضورتون که منم اتفاقا همین اخبار رو نگاه میکردم، بعد یاد حرف یکی از دوستان تو این مجلس پریشب افتادم که سوال کردن که اصلا جمعیت عراق می چند نفر هست. من گوگل کردم دیدم 33,400 سال 2013 زده بودم و از این تعداد 60-70% هم شیعیان هستم. بعد بعضی وقتا آدم که میخواد یه مطلبی رو بگه ولی یک طرح سوالی میکنه بعدا اون مطلبش رو میگه. من هم طرح سوالم این است که حالا هر چند میلیونی که رفتن مگه اینا نمیدونستن که امسال اخطار دادن که ما عملیات تروریستیمون رو شدید تر میکنیم؟ چی شد که تعداد بیشتری رفتن؟ یک سوال. سوال بعدی من این است که خیلی هایی که ما صحبت میکنیم میگن که آقا مثلا شما این همه میرین جلسات امام حسین، مسجد میرین، روزه میرین، سالهای سال میرین، آخرش که چی؟ اصلا بعد از این 1400 سال یه سری آدم انسان‌های محترمی بودن، ما هم احترام می‌ذاریم، ولی خب که چی؟ هر شب میریم مسجد، هر شب روزه، سال‌های سال میریم، پیر مردم و پیر غلام امام حسین میشن، پدر مادرها وصیت میکنن که آقا اگه من فوت کردم حلالت نمی‌کنم، برای من مجلس که میگیری ذکر امام حسین توش نباشه. ببینید که مجلس پیر غلامای امام حسین هم سراسر روزه و زیارت عاشورا هستش و یه فرقهایی با جلسات دیگه دارم. تا خیلی از دوستانی که میان زحمت میکشن تو مجالس امام حسین، حالا خودشون میدونن و خدای خودشون و اربابشون، بعضیا ناراضی هستن میان یه چیزی میگن دلشون میشکنه، بازم سرشون رو میندازن پایین با تمام تواضع و خشوعشون احترام دوستان و مهمانان رعایت میکنن. حالا سوالی که اینجا هست، طرح سوال من اینه که خب آخرش که چی؟ حالا این که آخرش که چی و من تو این شعرم برای شما دوستان امام حسین میگم. روزه ها رو هممون خوندیم، این چه روزه آدم شبم که شب آخر مجلسمون به مناسبت اربعین هست، حالا شاید دیگه وقت نشه که ما در این خصوص صحبت بکنیم. این وصف حال همه شما عاشقان و دوستان امام حسین هست که تو این گوشه دنیا جمع شدیم. ما حتی بعضی وقت تو ایران به دوستانمون میگیم ما اینجا هیئت داریم و جلسه داریم، مثلا با تعجب میگیم مگه میشه تو آمریکا مثلا تیمستای باشه. خواب بودم، خواب دیدم، مردم، بی نهایت خسته و افسردم، تا میان گور رفتم دل گرفت، قبرکن سنگ لحد را گل گرفت، روی من خربارها از خاک بود، آوای قبر من چه وحشتناک بود، بالش زیر سرم از سنگ بود، غرق ظلمت سوت و کور تنگ بود، هر که آمد پیش حرفی راند و رفت، سوره حمدی برایم خواند و رفت. تازه اگر خیلی خوششانس بودم یکی اونقدر سوره حمدی هم برام بود. خسته بودم هیچ کس یارم نشد، از میان یک تن خریدارم نشد، نه رفیقی نه شفیعی نه کسی، ترس بود و وحشت و دلواپسی، ناله می کردم ولی کن بی جواب، تشته بودم در پی یک جرعه آب، آمدند از راه نزدم دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک، بگو دین تو چیست؟ یک ملک گفتا، دیگری فریاد زد رب تو کیست؟ گرچه پرسش ها به ظاهر ساده بود، لرزه بر اندام من افتاده بود، هرچه کردم سعی تا بویم جواب، سد نطقم شد حراس و اضطراب، از سکوتم آن دو گشته خشمگین، رفت بالا گرز های آتشین، قبر من پرگشته بود از نار و دود، بار دیگر با غضب پرسش نمود، ای گنهکار سیه دل بسته پر، نام اربابان خود یک یک ببر، گویا لبها به هم چسبیده بود، گوش گویا نامشان
نشنیده بود. نامهای خوبشان از یاد رفت، با سعی و زحمتم بر باد رفت. چهره هم از شرم می شد سرخ و زرد. بار دیگر بر سرم فریاد کرد، در میان عمر خود کن جستجو. کارهای نیک و زشتت را بگو، هرچه می کردم به اعمالم نگاه. کودبارم بود مملو از گناه. کارهای زشت من بسیار بود، در زبان آوردنش دشوار بود. چاره ای جز لب فرو بستن نبود. گرز آتش بر سرم آمد فرود، عمق جانم از حرارت آب شد. روحم از فرط علم بیتاب شد. چون ملائک ناامید از من شدند، حرف آخر را چنین با من زدند. عمر خود را ای جوان کردی تباه، نامه اعمال تو باشد سیاه. ما که مأموران حق داوریم، پس تو را سوی جهنم میبریم. دیگر آنجا عذرخواهی دیر بود، دست و پایم بسته در زنجیر بود. ناامید از هر کجا و دلفکار، میکشیدندم به خفت سوی نار. اینو تونتون خوندم که بسته قضیه برسیم. این حال روز این بند خدایی هستش که در حالت رویا این داستان ها رو دیده و خب روایات و چیزهایی که ما از بزرگان رو شنیدیم تقریبا متابعت میکنه. ناگهان الطاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد. مردی آمد از تبار آسمان، دیگران چون نجم او چون کهکشان. صورتش خورشید بود و غرق نور، جام چشمانش خور از خمر طهور. چشمهایش زندگانی می سرود، درد را از قلب انسان می رود. بر سر خود شال سبزی بسته بود، بر دلم مهرش عجب بنشسته بود. کی به زیبایی او گل می رسید، پیش او یوسف خجالت می کشید. دو ملک سر را به زیر انداختند، باد خود را فرش راهش ساختند. غرق حیرت داشتند این زمزمه، آمده اینجا حسین فاطمه. صاحب روز قیامت آمده، گویا بحر شفاعت آمده. سوی من آمد مرا شرمنده کرد، مهربانانه به رویم خنده کرد. گشتم از خود بی خود از بوی حسین، من کجا و دیدن روی حسین. گفت آزادش کنید این بنده را، خانه آبادش کنید این بنده را. این که اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من با شده. مادرش او را به عشقم زاده است، گریه کرده بعد شیرش داده است. خیش را در سوز عشقم آب کرد، عکس من را بر دل خود قاب کرد. بارها بر من محبت کرده است، سینه‌اش را وقف هیئت کرده است. سینه چاک آل زهرا بوده است، چای ریز مجلس ما بوده است. خدمت گزارای امام حسین، اسم من راز و نیازش بوده است، تربتم مهر نمازش بوده است. پرچم من را به دوشش می کشید، پا برهنه در عزایم می دوید. بحر عباسم به تن کرده کفن، روز تاسوعا شده سقای من. اقتدا بر خواهرم زینب نمود، گاه می شد صورتش بحرم کبود. تا به دنیا بود از من دم زد، او قضای روزه ام را هم زده. قلب او از حب ما لبریز بود، پیش چشمش غیر ما ناچیز بود. با ادب در مجلس ما می نشست، قلب او با روزه من می شکست.
حرمت ما را به دنیا پاس داشت، ارتباطی تنگ با عباس داشت. اشک او با نام من می شد روان، گریه در روزه نمی دادش امان. بارها لعن امیه کرده است، خیش را نظر رقیه کرده است. گریه کرده چون برای اکبرم، یا خود او را نزد زهرا می برم. گریه کرده چون برای اکبرم، با خود او را نزد زهرا می برم. هرچه باشد او برایم بنده است، او بسوزد صاحبش شرمنده است. در مرامم نیست او تنها شود، باعث خوشحالی اعدا شود. گرچه در ظاهر گناهکار است و بد، قلب او بوی محبت می دهد. سختی جان کندن و هول جواب، بس بود بهرش به عنوان عقاب. در قیامت اطربویش می دهم، پیش مردم آبرویش می دهم. آری آری هر که پا بست من است، نامه اعمال او به دست من است. ناگهان بیدار گردیدم ز خواب، از خجالت گشته بودم خیس آب. دارم اربابی به این خوبی، ولی می کنم در طاعت او تنبلی. من که قلبم جایگاه عشق اوست، پس چرا با معصیت گردید دوست؟ من که گریم بهر او شام و پگاه، پس به نامحرم چرا کردم نگاه؟ من که گوشم روزه او را شنید، پس چرا شد طالب ساز پلید؟ چشم و گوش و دست و پا و قلب و دل، جملگی از روی مولایم خجل. شیعه بودن کی شود با ادعا؟ ادعا بس کن اگر مردی، بیا پا بنه در وادی عشق و جنون. حب دنیا را ز قلبت کن برون. معصیت قلب ولی را خون کند، باش در شادی و غم عبد خدا. کن حسابت را ز بی دینان جنا، جدا قلب مولا را مرنجان ای جوان. تا شوی محبوب رب مهربان، سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند. غافل از واقعی روز حسابت نکند. ای که دم میزنی از عشق حسین ابن علی، آنچنان باش که ارباب جوابت نکند. این آقایی که پشت و پناه همه ما، بلکه پشت و پناه همه خلق ماسب الله است. سه چهار خط شما بخونم و التماس دعا. خود این آقا به جایی رسید که فرمود الان انکسر زهری. من ببینم که سوی القمه آمد شهیدین، نور مبین گفت که ای جان برادر، ز چه در خون بنشستی؟ تو چرا دیده ببستی؟ تو که پشتم بشکستی، به خدا جان من استی. ای عمود خیمگاه اهل بیت، ای بگاه غم پناه اهل بیت. من چه کنم سکه فیضه تو را یج کرده اند، عباس نام تو با بل حوائج کرده اند. ای بلند مهربان با پست ها، دست خالی رد مکن این دست ها. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. صلوات محمد.